مناقشات و تداوم بحران ها باعث شده تا نیمی از مردم سوریه دچار ناامنی غذایی شدید شوند و وضعیت تغذیه در یمن و عراق نیز تر شود. گزارش اخیر سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو فا با عنوان بازبینی منطقه ناامنی غذایی در خاور نزدیک و شمال آفریقا نشان می دهد که در پنج سال گذشته سطح امنیت غذایی و تغذیه در خاور نزدیک و شمال آفریقا به شدت کاهش یافته و باعث شده تا شیوع سوء تغذیه عقب ماندگی رشد کمخونی و فقر به شکلی نامحسوس به این مناطق بازگردد در این گزارش اعلام شده که وخامت شرایط در منطقه عمدتا ناشی از شیوع و شدت مناقشات و بحران های طولانی مدت بوده است. فاو در این ارزیابی از مقیاس تجربه ناامنی غذایی FIES استفاده کرده و نشان داده که شیوع ناامنی شدید غذایی در جمعیت بزرگسال خاور نزدیک و شمال آفریقا در فاصله سالهای 2014 و 2015 نزدیک به 95 دهم درصد بوده که به معنای به مخاطر افتادن امنیت غذایی تقریبا سی میلیون نفر در این منطقه است. عبدالسلام احمد دستیار مدیر کل فاو و نماینده منطقه این سازمان در خاور نزدیک و شمال آفریقا در این باره گفت این منطقه به دلیل ریسک های متعدد ناشی از مناقشات کمبود آب و تغییرات اقلیمی با چالش های بی سابقه در خصوص امنیت غذایی مواجه است. کشورهای منطقه باید به منظور دستیابی به هدف توسعه پایدار برای پایان دادن به گرسنگی تا سال 2030 مدیریت پایدار جامع و بلند مدت آب را نیز اعمال کنند. وی تاکید کرد که یکی از پیش شرط های لازم برای اینکه کشاورزان بتوانند با چالش های ناشی از کمبود آب و تغییرات اقلیمی مقابله کنند، برخورداری از محیط همیز و با ثبات است. بحران سوریه به ویژه در سالهای 2015 و 2016 عمیقتر شده تا جایی که بیش از نیمی از جمعیت این کشور نیازمند کمک های غذایی هستند و چهار میلیون و هزار نفر دیگر نیز عمدتا در کشورهای همسایه آواره شدند. همچنین تعداد افراد دچار ناامنی غذایی و آوارگان داخلی در یمن و عراق نیز در حال افزایش است گزارش فا در پایان تاکید می کند علاوه بر مناقشات و بحران ها تا سال 2030 کمبود آب و تغییرات اقلیمی بنیادی ترین شالش ها در برابر پایان بخشیدن به گرسنگی دستیافتن به امنیت غذایی بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار هستند